تهدید تند ساله با کسانی که در تلویزیون ها دولت ها متهم می کنند. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان هشدار می دهد بسیار زود در مورد و برخی کارکن ها و تحلیلگران سیاسی که هر از گاهی بیباک و بیسند دولت را به قتل و دسیسه سازی متهم می کنند تصمیم می گیریم. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری امروز سه‌شنبه 25 غوث در حساب رسمی فیسبوکش نوشته که شمار زیادی گفتند که کارشناسان، کارپوهان و تحلیلگران سیاسی هر از گاهی بیباک و بیسند و حسب عادت دولت را متهم به قتل، دسیسه سازی و چیزهای دیگر میکنند. مسئله را از اصلاح محکمه پرسیده و در پرتو تفسیر آنها از این نوع اتهام زدنها و وسیله شدن به دشمن در این باره تصمیم خواهیم گرفت. صالح گفت پلیس کابل روز گذشته دستاوردهای عالی داشت. امرالله صالح افزوده از شمار عادت به این دارند که به خاطر دستیابی و شهرت لحظه ای هر چه که دلشان خواست بر ضد دولت میگویند. اما از اقدامات قانونی خود در این باره مردم را در جریان قرار خواهیم داد. معاون نخست رئیس جمهور گفته است که دولت خادم ملت و حراست کننده عزت هر فرد است و آنهایی که اتهام بی سند و بی ثبوت می‌بندند باید اول از وجدانشان سوال کنند. معاون نخست رئیس جمهور در آخر این نوشتش همچنان تاکید کرده که تنها دولت قوی میتونه از عزت، جان و مال هر فرد حراست کند. این نخستین بار است که یک مقام دولتی به خاطر تامین امنیت بیشتر و حفظ جایگاه دولت افغانستان و گونه آشکارا تحلیلگران سیاسی را تهدید و سرکوب متهم میکنه و آنچه انتقادهای بی اساس میخوانند را به بررسی میگیرد. برای با خبر شدن از سازه‌ترین خبرهای افغانستان جهان چنل خبری فرسوتی را سابسکرایب کنید.